بریل ها که سیستم از ایگوس کمی مغلق پیچیده بود، لنف بودو شکل نیست، باز بریم صدر به نوعی مختلف تجزیه بکنیم و نوعیه را به صورت جداگانه ببینیم. من توصیه میکنم به شما که شما صدر در پیشرو به ذر تخلیه لنف در پایین، بعد در خلف در نظر بگیرید. در پیشرو عقدات لنفوی که در کنار استرنوم قرار داره، اینا رو ما پارا استرنال میگیم. در پایین عقدات لنفوی که بر روی دیافراگم وجود داره، اینا رو دیافراگماتیک میگیم. و در خلف هم نزدیک به عنق یا توبرکل کوستاها عقدات لنفوی وجود داره که اینا رو هم اینترکوستال میگیم. پس سه تا گروه عقدات لنفوی بر جدار صدر وجود داره: پارا استرنال، اینترکوستال و فیرینیک یا دیافراگماتیک. پارای استرنال ها بالاخره از سطح به طرف عمق پیش میره و به برانکومیدیاستینال ترکت تخلیه میشه. اینترکوستال ها هم پیش میاین چون اونجا توراسیک دکت به اونا نزدیکه، به توراسیک دکت میرسن و یک مقدار که توراسیک دکت به اونا نزدیک میه در قسمت های بالایی، اینا هم به برانکومیدیاستینال ترکت میرسن. دیافراگماتیک نودها هم همونطور که در همون ناحیه وجود داره، یک تعداد زیاد از اینا با عقدات لنفوی بولبی باتن ارتباطاتی برقرار میکنن. برای میتاستازهای لنفوی این رابطه مهمه. یک تعدادی از باقیات تومورال فوق بطنی وارد عقدات لنفوی، مثلا جوستای ایزوفاجیال یا عقدات لنفوی پارا و پریورتیبرال که در پایین هست، و البته لترال اورتیک هم، ما به پارا اورتیک ها لترال اورتیک هم میگیم، به اونا وصل میشه و بالاخره اینها هم به طرف برانکومیدیاستینال ترنک میاد و برانکومیدیاستینال تخلیه میشه. در سطح و در بیرون تخلیه لنفوی در جوف اکزیلا صورت میگیم. متوجه باشیم لنف نواحی سطحی جدار صدر به عقدات لنفوی اکزیلری تخلیه میشه. تعصیب چطوره در جدار صدر؟ یا چما هست حتما که ما یک بار از سگمنتال بودن صدر یاد کردیم و همون ترتیبی که 12 زل هست، 12 فقخری سطحی هست، 12 جوره عصب شوکی از صدر میره. در نواحی دیگه وقتی اعصاب شوکی از میدولا اسپینالیس بیرون میشه، با هم شبکه ها یا به اصطلاح پلکسوس های رو میسازن. اما 12 تای صدری بدون این که کدوم پلکسوس بسازه، هر عصب شوکی که البته ما اینا رو هم میتونیم مثل فقرات T1, T2, T3, T, T چند تی چند تا تی 12 بگیم، عصب شوکی که بیرون میشه یک شاخی خلفی میده و یک شاخی کودم. به این تصویر شما ببینید این عصب شوکی است که در ناحیه صدری وجود داره. این حال شماره از این فقره هر چه که باشه، شماره از این عصب هم همون شماره است. مثلا اگر این تی 4 باشه، این هم عصب شوکی تی 4 است. حال این عصب شوکی تی 4 ببینید دفعتاً دو شاخه شده، یک پوسیریور رموس یا پوسیریور برانش داره، یک انتریور برانش. انتریور راموس و پوستریور راموس خیلی هم متفاوت کارهایی را انجام میده. پوستریور راموس به اون ناحیه عضلات پوستچورال یا عضلات وزگیتی ستون فقرات و اینا را تعصیب میکنه، اما انتریور راموس در مسافه بین زیلی به اون امتداد عضلات طرف پیش رو سیر میکنه. اینمی راموس انتریور دیگه ما باز یک نام دیگه میگذاریم، اسمی رو میگیم که اینترکوستال نرف. و این اینترکوستال نرف وقتی به پهلوها میرسه، لترال کوتنیوس برانش میره. لترال کوتنیوس برانش در حقیقت حس دیوار جنبی صدر و بطن برمیداره و این لترال کوتنیوس برانش به پهلو اینه به این نام شریان و برید هم داره و بعضی که به سمت جلد رسید، به نزدیک جلد البته، یک شعبی به طرف کلپ و یک شعبی به طرف کدام میده. بالاخره این اینترکوستال نرو ما در گرو در یا در کوستال گرو همونطور پیش میده تا اینکه به کنار استرنوم میرسه و در پهلوی استرنوم هم نهایتش به انتریور کوتنیوس ختم میشه. ما
دوازده تایی که در دوازده مسافه بنزین وجود داره اینا رو اینترکوستال میگیم و یکی که در زیر ضلع دوازده وجود داره اون رو سبکوستال میگیم. متوجه بشید لترال کوتنیوس برانشا در حقیقت برای تعصیب جدار وحشیه و انتریور کوتنیوس برانشا هم برای تعصیب قسمت قدمی. البته و پهلو جدای از این تو هم کلترال برانش های همون همه که شریان ها و غیر ها کلترال برانش میداد اینا هم کلترال برانش های برای این مسافی بنزین این میده که در کنان اولوی زن اقینی باز اینا سری میکنن. کلترال برانش ها هم بر شریان ها هم برید برید ها هم قابل تطبیق است. چه کار میکنن این ترکوستال نرو ها؟ مثل هر نرو دیگی در هر جای دیگه ما مطالعه میکنیم اینا رو هم از نظر لغوی بیاین یک دفعه تمرکز کنیم که این نرو که ما گفتیم یعنی چی؟ کلمه این نرو به یک بندل از اکسون ها در اعصاب محیطی اطلاق میشه. حال به داخل زی بندل ممکنه ده ها هزار نیورون اکسونش وجود داشته باشه که البته جسم نیورون ها یا در داخل نخاع شوکی یا در داخل عقدات جابجا شده اما اکسونش در داخل نرو سیر میکنه و این نرو میتونه اکسون های زیادی که یا مربوط به حرکت هست یا مربوط به حس هست یا مربوط به سیستم اتونوم هست احتوا بکنه. بنابراین یک نرو میتونه که همزمان هر سه کار را انجام بده، هم حرکت باشه هم حس باشه و هم اتونوم باشه. در داخل یک نرو گفته هزاران اکسونی که وجود داره، یک تعداد از اکسون ها مربوط به حس است، یعنی آورنده است به مغز، از اینج از محیط از اینمی ناحیه حس برمیداره و انتقال میده در داخل اینمی بندل. یک تعدادی از اکسون ها از مغز برنده هستند یا افرنت هستند که موتور و حرکت را انتقال میده به این عضلات و یک تعداد از اکسون ها هم از نزدیک ستون فقرات از این زنجیری که اینجا وجود داره به نام گریرمی ها وارد ای سپاینال نرو شده و سیستم اوتونوم به اینجا انتقال میده. حال ممکنه شما بگید که در داخل ازید اگر سیستم اوتونوم اینجا چی میکنه؟ کدام ناحیه به اعصاب اوتونوم مثلا اعصاب سمپاتیک یا اعصاب پاراسمپاتیک نیازمند است؟ کدام ساختمان؟ این سوال است که شما امروز این اعصاب پرسان بکنید، تحقیق بکنید، جستجو بکنید. اگر جوابش پیدا نکردیم من بر شما میگم و اگر جوابش پیدا کردیم حتما بنویسیم بر من. پس ما در یک نرو میتونیم عملکردهای مختلفی داشته باشیم. مترادف کلمه نرو در سیستم عصبی مرکزی تراکت است. بندل از اکسون ها در سیستم عصبی مرکزی رو ما تراکت میگیم و کتلی از جسم حجروی ها رو در اونجا به نام نوکلیوس یا هستن. بندل از اکسون ها در عصب محیطی رو ما به نام نرو میگیم و کتلی از جسم حجروی ها رو به نام گانگلیون میگیم. این دو تا با هم در عصب محیطی و در عصب مرکزی خیلی هم متفاوته. پس شما در یک عصب اینترکوستال هم سوماتیک موتور داریم، هم سوماتیک سنسوری داریم و هم اوتونومیک داریم. سوماتیک موتور یعنی همونایی که از مغز سیگنال برقی رو آورده تا اینکه عضله رو تقلص بده. سوماتیک سنسوری هم اونایی که حس عمومی رو از اینجا انتقال میده، گرمی و سردی و درد و دست، از البته از جدار سر، از نواحی که در نزدیکی وجود داره. و اوتونوم ها میتونه سیمپاتیک باشه، میتونه پاراسیمپاتیک باشه، میتونه که پری گانگلیونیک باشه یا پست گانگلیونیک باشه. معمولا اون الیاف اوتونومیکی که در بین اعصاب محیطی یا اسپاینال نرو ها از اینجا میره پست گانگلیونیک است، یعنی گانگلیون وجود داشته در ترنگ، از بو گانگلیون اعصاب قبلا که آمده از میدو اسپینالیس اونجا ساینب شده و یک نیورون دیگه شروع شده و این خاطر این ما پست گانگلیونیک یا پست ساینپتیک میگیم که معمولا برای از این مسئله بیشتر سیمپاتیک ها نشتر، هرچند پاراسیمپاتیک ها هم هستن ولی سیمپاتیک ها بیشتر به این ناحیه وجود دارد. یک قسمت که کوچکی در بالای صدر هم
دومیسیلی رشته های عصبی که از سرویکال پلکسوس میه تاثیر میشه. یک رشته عصبی از سرویکال پلکسوس به نام سوپراکلاویکولار نرو هست که به طرف پایین حس نهایی قسمت عروقی صدر انتقال میده به طرف بالا. این اعصاب بین زیلی در نواحی دیگه هم یک چیز از کارهای کلان انجام میده که باید دقت بکنید. یعنی وظایف اعصاب بین زیلی تنها در مسافات بین زیلی و صدر محدود نمیمونه و در نواحی دیگه هم کارهایی را انجام میده. مثلا تیک باب 38 و 37 و 36 و 35 یک جا میشه و برخیال پلکسوس میسازه. تی دو همونطوری که ما شما پیشتر لترال کوتنیوس ها را گفتیم، لترال کوتنیوس تی دو هم بر میگرده به زیر قل و به بازو میهه و یک قسمتی از حس وجه اونسی به زور انتقال میده. از 36 به بعد شیشتای پایینی این ترتوسل به جدار بطن میره و بر جدار بطن خدمات انجام میده. هم حسی نابر میداره و هم عضلاتی را تحصیب موتور میده. علاوتاً به عمق‌تر هم میره و حس پریتوان جداری را هم از قسمت های بر میداره که این هم باز در قسمت ریفرد پین ها موضوعی به بحثیست که باز با هم صحبت کردیم. تا این لحظه چی آموختیم؟ ما ریژیونال آناتومی را شروع کرده بودیم و در ریژیونال آناتومی اول پیکتورال ریژیون را خواندیم. پیکتورال ریژیون را به نوعی سطحی و عمیق تقسیم کردیم. در نوعی سطحی قدی پستان را خواندیم با جزئیات البته این دفعه. بعد عضلاتی که در نوعی پیکتورال وجود داشت اینا را خواندیم. عضله پیکتورالس ماجور، عضله پیکتورالس مینور، عضله سابکلاویوس سینور، عضله بعد پیکتورال رو گذاشتیم و آمدیم به توراسیک وال. در توراسیک وال ما اول اسکلتال فریم ورک و همون اسکلتال الیمنت ها رو خوندیم، فقره، زل، سرمون، بعد مفاصل بین از اینا رو خوندیم و بعد آمدیم اینترکوستال سپیس ها رو با جزئیاتش مورد مطالعه قرار دادیم. در یک اینترکوستال سپیس عضلات اینترکوستال وجود داشت، اعصاب، شریان، ورید اینترکوستال وجود داشت که ما اینا را خواندیم. بعد آمدیم به دیافراگم و دیافراگم با جزئیاتش که منشأ ها کجاست و ارتکاز ها در مجموع کجاست اون را یاد گرفتیم. کروس ها یاد شما نره، یک کروز کم پایین تر، یک کروز کم بالاتر بود، کدام یکی؟ حال شما از خود پرسان کنید که کدام کروز کم پایین تر و کدام کروز کم بالاتر بود. دیافراگم را به دو قسمت عضلی و تندونی تقسیم کردیم. تندون جایی بود که تمام الیاف عضلی میمون بود، تندون ارتکاز پیدا میکرد و قبه ها را نظر به عضلا چپ و راستشه به صورت متفاوت یاد کردیم. گفتیم قبی طرف راست کمی بالاتر، قبی طرف چپ کمی پایین‌تر. دلیل زینا رو هم گفتیم که وجود کبد و وجود قلب و دیافراگم باعث کدام شرایین، کدام وریدها، کدام اعصاب تأثیر میشه. ببینید ما در ریژیونال آناتومی اول پیکتورال ریژیون که خواندیم، بعد آمدیم به توراسیک وال و به توراسیک وال اسکلتال الیمنت ها، اینترکوستال سپیس ها، دیافراگ خوانده شد با جزئیاتش. بعد آرتریال سپلای توراسیک وال، وینس دریناژ توراسیک وال، اینرویشن توراسیک وال را خواندیم. ما مومنت دیافراگ را خواندیم که ها قسمت هنوز مانده. این درس بعدی ماست. اولین درس ریژیونال آناتومی پایان یافت و این درس مربوط به جدار صدر بود. ما در درس بعدی ریژیونال آناتومی ادامه خواهد دادیم و وارد جلد صدر خواهد شد. امکان کنم باشید.